روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای امید. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. فندق خطری در گرده ها پیدا شدن سنگ را کاهش می دهد. سیاحان، کوهنوردان و دوچرخه سواران عادت در جیبشان گرفتن فندق را دارند، زیرا فندق می تواند در حال حرکت انسان را با انرژی ضروری تامین کند. استعمال فندق با مویز، انجیر خشک و خرمای عربی بسیار موافق است، زیرا مغز فندق و نرمی و لذت میوه های مذکور هم قوتناکی را افزوده، همچنین به کام انسان لذت فراوان می بخشد. خاصیت ها و نشانداد ها. فندق نوابسته از محصولات سرغیزا بودنش نسبت به چارمغز و بادام خیلی به آسانی هضم می شود. آن به حد سرغیزا است که تخمیناً 50 گرم از آن مقدار انرژی در دوام یک ساعت مشقهای جسمانی صرف شده را برقرار می کند. ارزش غذایی فندق عیناً به مانند بادام است. اما فندق از لحاظ داشتن کالری
چرب ها، ویتامین B و کیسلوته های فولیات در ترکیب خود از بادام برتری دارد. از جانب دیگر بادام سفیده، کلسی، فسفر، آهن و نیاسین را نسبت به فندق بیشتر تامین می کند. فندق منبع خوب چرب ها، سفیده ها، ویتامین های B1 و B6 و معدن ها، مخصوصا کلسی، فسفر، مگنی و منگن می باشد. مانند دیگر نوع چارمغز ها، فندق قریب که پروویتامین A، بتا کاروتن و ویتامین S ندارد. مقدار کربوهیدرات ها نیز در آن کمند. از این رو به نفرانی که کار جسمانی زیاد میکنند، از جمله ورزشگران، در یک جایگی با میوه های خشکی دارای کربوهیدرات های فراوان، مویز، انجیر خشک و خرمای نخلی عربی، استعمال کردن فندق بسیار مفید است. استعمال فندق مخصوصا در حالت های زیرین توصیه داده می شود. بیماری های سنگ گرده. دکتر والنت، فیتوتراپیست معروف فرانسوی، سنگ گرده را رفع کرده توانستن فندق را تاکید کرده است. منتظم استعمال کردن فندق برای نفرانی که از بیماری های سنگ گرده، از جمله بیماری مربوط به سنگ پیشاب اذیت میکشند، نتیجه های مثبت میدهد. دیابت. فندق از بهترین منبع های انرژی است. از این رو به نفران گرفتار دیابت توصیه داده می شود که آن را به قطار خوراک های هر روزه خود اضافه کنند. فندق در همه گونه حالت هایی که احتیاج به انرژی بسیار موجود باشد مفید است. آن مخصوصا برای ورزشگران، نورسان، زنهای حامله و انسانهایی که از بیماری طولانی ضعیف شده اند سودمند است. برگ های فندق هنگام گرفتاری به وریکازی رگها و بواسیر هم برای استعمال و برای استفاده بیرونی موافق است. آماده کنی و استعمال. یکم در شکل خام. اگر فندق را در شکل خام استعمال کردنی باشد، پس آن را خوب خاییدن لازم است، ناوبسته از آن که تر یا خشک کرده باشد. دوم، بریان شده. فندق بریان شده نسبت به خام آن خیلی بامزه تر است و مورد قبول بیشتر آدمان می گردد. سیوم، روغن. روغن فندق به سبب زود ویران شدنش خیلی کم استفاده می شود. چهارم، در شکل نوشاکی، آرچاتا. فندق را پس از 8 ساعت تر کردن با محلول آمیخته یک جنسه می اندازند. پس از آن به این محلول آب اضافه می کنند. یک پیمانه آب به هر 30 گرم فندق و باز 2 ساعت دیگر نگاه می دارند. بعد از آن محلول مذکور را از غلبر خرد می گذرانند و نوشابه حاصل شده آرچاتا از فندق است که نیروی فراوان دارد. با فندق گرده های خود را از آشنایی با سنگ و رگ امین دارید. ثروت واقعی سلامتی است. نقطه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. نامه‌های پدر. راست قولی
سلام علیکم پسرم. در دیها همه چیز مثل پیشین. هر یک سرگرم کار خود از پس زندگی آواره. تنها من و مادرت به تو پزمون شده ایم و منتظرت هستیم. هر یک روز و ساعت و دقیقه ها رو می شماریم. چشم براه آمدنت هستیم. امیدواریم که تابستان به عیادت ما می آیی. تحصیلت چه خیل؟ ما به سوی خدا دست دعا کشده آن را طلب داریم که در تحصیل کامیاب گردی پسرم و اعتماد داریم که او دعای ما را اجابت می نماید. می‌خواستم به مکتوب آخرین کمی علاوه ها نویسم. یادت هست ما درباره با وجدان بودن صحبت کرده بودیم. در کجایی نباشد با وجدانی این برای انسان پر ارزشترین راه است. امروز جهان به نفران با وجدان نیاز دارد. به نفرانی که در کار از روی وجدان عمل میکنند. در بودن یا نبودن خوجاینشان همیشه سرگرم شغل خود هستند. آن را نه خاطری به کسب صنعت افتیدن بلکه از روی انصاف به جا می آورند. مهنت نما نه به خاطر تعریف و توصیف مردم، لیکن برای آن که راه حق را پیشه کرده و مسئولیت را حس می نمایی. اگر تو برای فریب و نیرنگ کار به پیش نمی بری، یگان چیزی را پنهان کاری نمی کنی، تو مثل سنگ قیمت بهایی هستی. مردم تو را می توانند سرزنش کنند، زیر سنجش ها قرار دهند، لیکن با وجدانی تو مثل طلای خالص خواهد درخشید. تو می توانی برای دیگران، برای همکارانت، برای جامعه و دولت برکت باشی. مردم می توانند به خیره تو تکیه نمایند. تو هرگز نزدیکان خود را برای منفیت خیش استفاده نمی بری. برعکس حال همیشه یاور و مددگارشان می شوی. آدمان به توصیه های داده تو اعتماد می بندند. در واقع شخص با وجدان هرگز سوس ارادگی و بسوادی دیگران را بهر به مطلبهای خیش رسیدن سو استفاده نمی سازد. آیا تو می دانی از همه اویلوی قوی و سعادتمند همان است که در آن هر یک اعضایش نسبت همدیگر راست قول و با وجدانند؟ بله پسرم، این چنین است. وقتی تو صاحب فرزند می شوی و فرزندت در رفتار تو یگان ذره دروغ را ببیند، پس تو یک شخصی بی وجدان را
به وایه می رسانی. زیرا پدران برای فرزندانشان نمونه عبرتند. پسرم، اگر ما عملهای خواست خدا را به جا آوریم، او ما را با برکت و پرفیض می‌گرداند. ما می‌خواهیم که تو حیات سالم پاک وجدان را نداشته، سعادتمند باشی. حتی یک گناه کوچک و یک عمل ناچیز ناانصافی می‌تواند آسمان را برای ما تیره گرداند. برای همین خود را از تمام راه‌های دروغ و بی‌وجدانی احتیاط نما. فردوس، پسرم، من و مادرت تو را چنین تربیت داده به وایه رسانیدیم که در هر یک عملهای عادی ترین و کوچکترین حیات پاک وجدان باشی. ما هرگز به تو سخن دروغ نگفتیم. من می خواهم که تو همیشه همچون الماس شفاف و پاک بمانی. این مهم است. این لازم است. خودت بعد خواهی فهمید. وقتی که امتحان داشته باشی، ما را آگاه نما. نه تنها هنگام امتحان ها، بلکه همیشه با دوستان و مخصوصاً با دل دادت راست قول باش. ما تو را دوست می داریم. پدری تو. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما میتوانیم برای خود از کلام خداوند حقیقتها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. وحی آرزوها، موضوع ملاقات ما. وحی دروغ بزرگ را در طول تاریخ بشری فاش می کند. پرستش آفتاب در مصر، بابل، فارس و روم خیلی آشکار شده بود. در عصر چهارم امپراتور روم کنستانتین به پرستش آفتاب اخلاصمندی سخت داشت. او حتی در سکه های خود تصویر خدای آفتاب را نقش بندی کرده بود. این چنین او به مشکل کلان روبرو شده بود. حاکمیت روم کلن بر هم خورده بود. بنابراین او می خواست
که امپراتور خود را متحد سازد. چطور کنستانتین امپراتور خود را متحد ساخته می توانست؟ کنستانتین فکر را پیدا کرد که به قول او نیت عالی بود. چرا با کدام سبب امپراتوری را در دور ستایش یک شنبه متحد نسازد؟ قرار حاکمیت عالی دکرت امپراتوری سال 321 بعد از میلاد این قرار اعلان می شود. در روز معتبر آفتاب بگذار تمام اداره های شهری و تمام ساکنین شهر آرام گیرند و بگذار تمام دکان ها محکم شوند. کنستانتین صحیفه 321. کنستانتین روز یک شنبه را روز معتبر آفتاب می نامند. او اعلان می کند. بگذار تمام دکان ها بسته شود. در کوشش متحد ساختن امپراتوری خود، کنستانتین اولین قانون یک شنبه را برآورد. در دوران کنستانتین، در مسیحی کردن بودپرستان و متحد ساختن امپراتوری، کلیسا و حاکمیت با هم یک جا شدند. حکومتداران روم و کلیسای ریمی کاتولیکی با هم متحد گشتند. اظهارات عجیبی که در حقیقت بیرون از منطق است. آفتاب خدای اساسی بودپرستان به شمار می رود. در حقیقت، در آفتاب یک چیز بزرگ شاهانه موجود است که او را رمزی موافق به عیسی، آفتاب حقیقت می گرداند. همین طریق کلیسا در این کشورها چی طور کرده که نباشد می گوید. این اسم بودپرستی قدیم را محفوظ می دارید. او باید مقدس باقی بماند. با همین راه روزی بودپرستان آفتاب که با بلدرو بخشیده شده بود، روزی مسیحی آفتاب که به عیسی بخشیده شد گردید. به شما آشکار شد که این چی طور عملی شد؟ آیا فهمیدید که چی طور یک شنبه به کلیسا وارد گشت؟ دنبال یافتن راه نجات. اینک مسیحیان چندین مراتب دوباره کوشش می نمودند که خدا را از یهودیان جدا سازند. به خاطر زنده گشتن مسیح یک شنبه قدم به قدم در حال شهرت یافتن است. و آهسته آهسته پیشوایان کلیساها به خاطر بودپرستان آفتاب پرست و جای شنبه بیبلیوی یک شنبه را رعایه می کردند. کنستانتین می خواست که امپراتور خود را متحد سازد. پیشوایان کلیسای رومی می خواستند که به کلیسای آنها رو آورند. یک شنبه برای آنها و دیگران واسطه گردید. همین طرز شنبه بیبلیوی از طرف کلیسای رومی کاتولیکی به حاکمیت دولتی تغییر داده شد. خداوند روز شنبه را تبدیل نکرده است. شاگردان مسیح آن را تغییر ندادند. مسیح خودش نیز شنبه را تغییر نداده است. انجمن روحانیان کلیسای عمومی جهانی لودقیه اولین فرمان را در مورد منع کردن رعایه روز شنبه انتشار نمود. در آنجا اپسکاپ های اسکوف رومی کاتولیکی با هم ملاقات کردند. شما توجه کنید که در آن چی به عمل آمد. انجمن کلیسای لودقیه سال 325 میلاد. مسیحیان نباید پیروی دین یهودیان باشد، یعنی نباید روز شنبه را رعایه کنند و در روز شنبه استراحت نمایند. لیکن به روز خداوند آنها باید احترام کامل داشته باشد و همچون مسیحیان اگر ممکن باشد در این روز باید هیچ کار نکنند. اگر آنها پیروی دین یهودی باشد در آن صورت باید از مسیح جدا کرده شوند. همین انجمن کلیسا که در دوران حکمرانی کنستانتین با حاکمیت رومیان متحد گشتند فرمودند که ما اعتبار شنبه را به یک شنبه می گذرانیم. این به ما امکانیت فراهم می کند که امپراتور را متحد ساخته از یهودیان جدا شویم. لیکن در عین حال غیر اختیاری آنها پیشگویی دانیال را عملی کردند. دانیال باب 7 آیه 25. خود را بزرگ پنداشته در راه تغییر دادن مهلتها جشن گرفتند و شریعت خواهند کشید. در کتاب دانیال باب 7 آیه 25 آمده است.
که حاکمیت دولتی که در خرابه های امپراتوری روم به میان آمد کوشش می کنند تا که شریعت خدا را تغییر دهد. خداوند می فرماید با احتیاط باشید. توجه نمایید که در مورد تغییر دادنشان به چه می گوید. بیانات تعلیمات دینی برای نو مسلکان، دستور تعلیمی برای کلیسای رومی کاتولیکی در اینجا همگیش قابل فهم است. بی کدام روز روزی آرامی به شمار می رود؟ او شنبه این روزی آرامی است. بی برای چی ما به جای شنبه روزی یک شنبه را رعایت کنیم؟ او برای آنکه کلیسای کاتولیکی تقدیس روز شنبه را به یک شنبه تبدیل نمود. بیایید به انسایکلوپیدیای کاتولیکی مراجعه نماییم. ما به جلد چهارم صحیفه 353 توجه می نماییم. در اینجا آمده است. روز هفتم هفته، روز شنبه آرامی یهودیان به روز یکم هفته تبدیل نموده. کلیسا به آن عمل کردند چون روز خداوند که باید آن را رعایه کرد تعلق دارد. انسایکلوپیدیای کاتولیکی تصدیق می نماید. احکامی که به وقت داخل داشته باشد از طرف کلیسا تغییر داده شده است. در واقع بعضی ها شاید فهمیده باشند که این اظهارات به احکام سوم تعلق دارد. در صورتی که شنبه این احکام چهارم است. حاکمیت روم در عصرهای میانه این چنین احکام دوم را که سجده به مصوره ها را منع کرده است برطرف نموده شریعت خدا را تغییر داد. احکام دهم طمع نکن به دو قسم جدا شده بود. کریل کاتینگ که یکی از برجسته ترین علمای کاتولیکی دنیوی می باشد کتابی نوشته است که برای مخالفین دعوت را به وجود می آورد. مذهب کاتولیک ها و فوندمنتالیزم صحیفه 38. فوندمنتالیزم ها مذهب های اساسی برای عبادت روز یکشنبه جمع می شوند. گرچند که در کتاب مقدس هیچ یک دلیل موجود نیست تصدیق کنید که سجده یک جای باید روز یکشنبه برگزار گردد. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می سپاریم.